العالمین صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله. میکروفون رو در اختیار دوستانی که هم سوال میکنن قرار میدید. یه سوال خدمتتون داشتم، این که چرا با توجه به این که 1400 سال از واقعه عاشورا گذشته و اینقدر مبرهن هستش برای خیلی ها که امام حسین بر حقه، باز هم جامعه تصنف قبول نمیخوان بکنن اصلا منطق رو، که در واقع اصلا اونها بحث منطقی رو قبول ندارن. چرا ما چرا این همه سال گذشته و ما فکر میکنیم که واقعا بعضی چیزا مبرهنه، ولی اونها هنوز هم که هنوز اینقدر اصرار دارن و این که اونها را درست میگن. این رو میتونید یه مدار واضح کنید؟ آیا مثلا مباحثی بین جامعه تشیع و تصنن بین علماشون مطرح شده که از دیدگاه فلسفه، چون فلسفه فقط برای شناخت بر خدا که ظاهرا نیست، یعنی قاعدتا باید داره از دیدگاه فلسفی بشه این هم اثبات کرد، آیا واقعا اونا نشستن که یعنی تعصب رو بذارن کنار و این مطلب رو بررسی کنم ببینم که در آخر واقعیت چی هست؟ مرسی. خیلی ممنون. یه مطلب اینه که تعداد کتاب هایی که اهل تصنن در باره واقعی عاشورا نوشتن بنا به تحقیق محققین بیشتر از کتاب هایی است که شیعیان نوشتن در باره امام حسین. در خیلی از کشورهای اسلامی از گذشته های دور علاقمندی و عشق به امام حسین وجود داشته در بین اهل تصنن، خصوص در مصر کتابهای زیادی نوشته شده و مردم مصر خیلی به امام حسین علاقه دارن و به اهل بیت پیغمبر. ولی از همون ابتدا وقتی که بنی امیه قدرت رهبری جهان اسلام رو به عهده گرفت، یه نوع تفسیر خاصی از اسلام رو رایج کردن و حمایت کردن. در واقع سه تا مکتب بود در جهان اسلام. یکی مکتب پیروان اهل البیت بود، شیعیان که قائل بودن به امامت امیرالمؤمنین و 12 امام. یکی مکتب صحابه بود، صحابه پیامبر، که اینها خب خلفا رو به همون ترتیبی که در تاریخ اتفاق افتاده باور داشتن که خلافت مسئله اجتماعی سیاسی و مسئله دینی نیست. اینا با شیعیان مشکل چندانی نداشتن، فقط یک اختلاف در تفسیر بود. اونا اینجور برداشت داشتن، اینجور برداشت داشتن. ولی بنی امیه از آغاز بنا رو بر جدال و جنگ و مبارزه گرفتن و حادثه عاشورا در واقع یکی از کارهایی بود که بنی امیه در این قضیه انجام دادن. خب به لحاظ قدرت و ثروت اینها حاکم بودن. این تفکر خیلی در جهان اسلام ریشه دوام، تفکر اموی، نه تفکر لزومن اهل سنت یا صحابه پیامبر. بعدن هم همین خط رو خلفای بنی عباس ادامه دادن، یعنی خط مخالفت با اهل بیت پیامبر، چون که اینا خلافت رو تبدیل کردن به سلطنت موروثی، سلطنت تمام عیار، هیچ فرقی با سلطنت های دیگه نداشت. خیلی هم به لحاظ ضرب و برق مادی از سلطنت های دیگه بیشتر بود. خب تفکر اهل بیتی، تفکر شیعی با این سیستم نمیخورد. الگوی خلافتش امیرالمؤمنین بود،
نه خلفای اموی و عباسی. متفکران هم عالمان هم در خدمت امویه بودن، اینا بودن که پول داشتن سپورت میکردن و عالم پرورش میدادن به سبک خودشون، مدافع قدرت و در واقع خواسته های اونها. تا در قرن 19 این جنبش وهابیت که در عربستان شکل گرفت، اینها دوباره بازگشتی رو شروع کردن به همون عصر اموی. یعنی اسلامی که وهابیت عرضه میکنه اسلام اموی است، اسلام تسننی نیست که مثلا در مصر هست یا در جاهای دیگه در اندونزی هست، اسلام اموی است. و خب یون پول بی حساب نفت عربستان خب تبلیغ در این زمینه زیاده، هر جا رفتن یه مسجد ساختن، یه امام اونجا گذاشتن. قبلا مرکز آموزش علوم اسلامی در جهان تسنن الازهر بود برای قرنها، از دوران دولت فاطمی. ولی با پول اینها و با قدرت اینها الان عربستان، مکه، مدینه، ریاض مرکزیه که بیشترین افراد برای آموختن اسلام اونجا میرن به دلیل امکانات اینها و به دلیل تبلیغات. بعد خیلی از مسلمانای کانورت بدون اینکه بدونن دعوا سر چیه، قضیه چیه، خب وقتی مسلمان میشن میگن خب اونجا مرکز اسلام، مکه هست، مدینه هست، خانه خدا اونجاست، مسجد نبی اونجا، زادگاه حضرت رسول. بنابراین اگر آقای آدم اسلام یاد بگیره اونجا یاد بگیره و اونجا میرن و تفکر وهابی رو یاد میگیرن، یا اینجا در سراسر دنیا منتشر میکنن. شما آدم هایی میبینید مثلا طرف سیاپوست ماش جامائیکاست، این انگار مثلا یک عرب عربستانی مال عربستان، این همون تفکر، همون سلیقه، همون سبک سخن گفتن، فقط رنگش با اون متفاوته. این تفکر وجود داره و این تفکر با تفکر عاشورا امام حسین سازگار نیست، یعنی اساسا با اون نمیخونه. من شبای قبل مباحثه کردم راجع به عقلانیت و معنویت. دین اساسا دو تا هدیه برای ما بود، یا دو جنبش، دو چراغ برای ما روشن کرده. یکی عقلانیت، تقویت عقلانیت، شکوفا کردن عقلانیت، و یکی معنویت. که عقلانیت شکل‌های مختلفی داره، یه شکلش مثلا توی فلسفه آشکار میشه، معنویت شکل‌های مختلف داره، یه شکلش در عرفان ظهور پیدا میکنه، و اینا با هم با عرفان مخالفن، هم با فلسفه مخالفن. تو مباحثشون هم تنها منبع و مرجعشون کتاب‌های روایی است که دارن، منابع روایت. این روایت هم عمدتا برمیگرده به یه شخصی به نام ابو هریره. این در یه مدت کوتاهی، خیلی کوتاه، ده‌ها هزار حدیث از پیغمبر نقل میکنه. یعنی آدم هر جور حساب بکنه، این آدم شه پیغمبر شب و روز همینجور حرف میزد مثل یه نوار ضبط صوت، و اینم همینجور حفظ میکرد با یه بار شنیدن. اینقدر حدیث و یه عمر طولانی هم داشت، اینقدر حدیث نمیتونست حفظ بکنه. خب اصلا برای اومدی کارا، یکی از کاراشون این بوده که پول میدادن برای جعل حدیث. حالا من نمیخوام وارد این تاریخ بشم، فقط چون مباحث دیگه پرسش های دیگه هست، فقط میخواستم یه اشاره ای بکنم که یه چنین بک‌گراندی قضیه داره. یکی دو تا از دوستان پیش از جلسه سوالاتشون رو با من طرح کردن، من شاید در یادم نباشه، اگه موافقا خواستم دو تا فرمان، یک مقدار بحث تقوا رو اگه به سالو درسه اجازه میده باز طرز فرمایید، یکم بحث شناخت مرز در واقع رضای خدا، یا در واقع اون بحث قضا و قدر بود که من خدمتتون صحبت کردم. همین دو مورد خیلی خودش چند جلسه است.
بله، من فقط یه توضیح گذران مقدماتی عرض میکنم. تقوا یعنی این که انسان با توجه به این که در ذکر دائم هست، در یاد خداست، یه عامل بازدارنده یه درونی رو در وجود خودش تقویت میکنه. ما میدونیم معمولا چی خوبه چی بده، به طور فطری خدای رو به ما گفته، در سرشت ما قرار داده. و نفسن به ما سواها و الهمها فجورها و تقواها. اصلا وقتی خدا انسان رو آفریده این وجود رو به گونه‌ای قرار داده که این خود به خود بدون که از کسی چیزی بشنود یه دسته از خوبی ها و بدی ها رو درک میکنه. یعنی شما لازم نیست به کسی یاد بدید وفای به عهد خوبه، عهد شکستن بده، ظلم کردن بده، عدالت خوبه، راست گفتن خوبه، دروغ گفتن بده، آزار دادن دیگران بده، خدمت کردن به دیگران خوبه. اینا تو سرشت انسان هست. شما تو هر فرهنگی باشید، تو هر جامعه‌ای باشید، پیرو هر دینی باشید، بی دین باشید، این خوبه بدها رو درک میکنید. اینا رو میگیم فطری، یعنی اینا محصول تعلیم و تربیت نیستند. اصل اینها، اصل این چراغ در وجود انسان، در خلقت انسان روشن شده. تعلیم و تربیت میتونه این رو شکوفا کنه، به ثمر برسونه، یا تعلیم و تربیت غلط میتونه این رو سرکوب بکنه و بی اثر بگذاره. ولی اصل اون شعله در وجود انسان روشنه. یک انسان دوست داره طالب حق باشه، از باطل گریزان است. طبیعت انسان مربوط به دین خاصی نیست، تعلیم نیست که انسان از غیر از بیرون بخواد یاد بگیره. وقت دین میاد همین رو اولا تأیید میکنه، بعدم چارچوب و حدودش رو ما نشون میده. ما اصل خوب و بد رو درک میکنیم، یعنی خیلی وقتا در تعیین حدودش عقل ما دیگه جوابگو نیست. توجه میفرمایید؟ مثلا این مثالی که خیلی توی غرب رایج، خب همه میدونن که کشتن انسان بیگناه روا نیست، ظلم. اون وقت میان سر سخت جنین میگن اگر سخت جنین نکنیم، خب این رشد بیمهار جمعیت مشکلات زیادی ایجاد میکنه، برای اون فرد یا برای جامعه، به هر دو. اگر سخت جنین رو اجازه بدیم آیا این قتل محسوب نمیشه؟ شما میبینید توی همین غرب کلی سر این بحثه. یه دو طرفدار سخت جنین هم میگن این مادر باید این آزادی رو داشته باشه که جنینش رو مثلا اسقاط کنه. یه دو میگن آقا این قتله، این انسانه. حالا کدوم درست میگن؟ تفکر سکولار هیچ راه حلی برای این مسئله نداره. حالا این مثال ها مثال فراوان میشه، هموسکشوالیتی یه مثال دیگه. تفکر سکولار هیچ جوابی نمیتونه بده. میگن آقا رأی بگیریم، رأی بگیریم، اگه اکثریت گفتن این خوبه خوبه، اگه گفتن بده بده. خب میدونید که رأی گیری که واقعیت رو عوض نمیکنه که. اگر واقعا قتل باشه، حالا اکثریت رأی بدن، این که از قتل بودن در نمیاد، بازم قتل دیگه. حالا وقتی که اکثریت در این جور مشارکت کرد، اکثریت حقیقت رو عوض نمیکنه. منتها چاره دیگه چیه؟ شما وقتی که هر نوع اتوریتی دینی رو نفی کردید و تنها گفتید که عقل ماست که آسورتی داره، چاره غیر از این نیست. یعنی در چنین بنبست هایی میشیم تابع یا رأی اکثریات یا نظریه رایج، یا اون که حضور تبلیغاتیش بیشتره، امکانات بیشتری برای تبلیغات داره تا عقیده خودش رو بر دیگران ترجیح بده. در نهایت هم وجدان ها رو آرام نمی کنه. به حال باز اکثریت که رأی دادن، این کسی که میخواد این کار بکنه همچنان اون وجدان ناآرامش میگه نکنه این کار درست غلط باشه، این قتل باشه. حالا اکثریت گفتن که قتل رو عوض نمی کنه.
دین آمده اینجور جاها تکلیف ما رو روشن بکنه. درسته که ما میفهمیم قتل بده، اما این مصداق قتل هست یا نیست؟ کی در چه مرحله میتوان این کار رو کرد، در چه مرحله نمیتوان کرد؟ اگه خدا به ما گفت که مثلا فرض کنید که تا این مرحله مجاز، از این مرحله اومد بجاز، ما خیالمون راحت میدونیم اینجا که بحث رأی اکثریت نیست، بحث علم الهی است. خداوند گفته ما آرامش پیدا میکنیم، ما یقین پیدا میکنیم که درست اینه. یا تو هر قضیه ای که اینجوری باشه، محل بحث باشه بین مردم، سیم سیکس کپل، اینجا بحث هست، هیچ طرفی نمیتونه یه برهانی بیاره، یه دلیل عقلی بیاره که این درست و اون یکی درست نیست. یعنی شما اگر دین کنار بذارید، اگر دین کنار بذارید، راه حلی برای اینجور دعواها وجود نداره. راه حل علمی و عقلانی برای بسیار از اینجور دعواها وجود نداره. دین اومده از ابتدا خیال ما رو راحت کرده، گفته آقا چه چیزهایی نامجازه، چه چیزهایی مجازه، چه ما بفهمیم چرا مجاز نیست، چه علتشو بفهمیم چه نفهمیم. چون میدونیم این از یه منبع موثقی این حرف اومده، از یه منبع الهی اومده، اطمینان داریم که این درست. اینو شما بردارید، یا باید حرف مثلا حاکم و پادشاه رو مرجع قرار بدید، یا حرف اکثریت و پارلمان رو مرجع قرار بدید. هر کدوم از اینا رو که مرجع قرار بدید، واقع رو نشون نمیده، واقعیت رو نمیتونه نشون بده. خب بنابراین اصل ارزش ها رو عقل ما درک میکنه، ولی خیلی وقتا حدود ارزش ها رو عقل ما به تنهایی کافی نیست برای اون. وحی اومده همینجا که این کار رو برای ما انجام بده، و علمکم ما لم تکونوا تعلمون. یعنی وحی اومده، انبیا اومدن چیزهایی رو شما یاد دادن که شما نمیتونید بدونید. آیا مصرف مواد مشروبات الکلی مجازه یا نه، خوبه یا بده؟ شما دینو کنار بذارید، خودتون باید قضاوت کنید. ممکنه تا قیامت بحث بین طرفین وجود داشته باشه، این بگه اشکال نداره، اون گوش این اشاره کنه به یه سری آثار منفیش، بگه مجاز نیست، اون یه جوابهایی بده بالاخره، بگه یه آثار مثبتی هم داره. این دعوا هیچ وقت فیصله پیدا نمیکنه، ختم حل نمیشه. شما وقتی که قرآن میاد میگه آقا این عمل شیطانه، دنبالش نرید، من چه بدونم که این چه ضرری داره، چه ندونم خیالم در این قضیه راحت. گوشت خوب همینطوره، من ممکنه تا قیامت نفهمم گوشت خوب چه ضرری داره. تمام دانشمندان تحقیق بکنن ممکنه نفهمن، نرسن به این نتیجه. اگه قرار شما منتظر باشیم که توی لابراتوار معلوم بشه که آیا این برنامه میشه خورد یا نمیشه خورد، ممکنه تا قیامتش حل نشه، الان چیکار کنیم؟ دین اومد اینجا تکلیف انسان روشن بکنه. بنابراین ارزش ها رو، منبع ارزش ها دین هست، گرچه که اصول ارزش ها فطری انسان، یعنی اگه اون فطرت نبود خب دین هم اصلا جایی پیدا نمی‌کرد. اصلا اون فطرت است که ما رو به دین متدین میکنه، بعد دین یه چراغی میده دست ما که اون جاهای تاریک و مبهم رو ما به اون چراغ ببینیم، که بدون اون چراغ دیدنش برای ما دشواره. خب این که کجا رضای خدا هست کجا رضای خدا نیست، یه قسمتش رو آدم خودش میتونه با عقل خودش تشخیص بده، یه قسمت دیگه شم با دین تشخیص میده. یعنی دین اصلا برای همین اومده دیگه، تکلیف ما رو روشن میکنه. یعنی در هر موضعی، در هر موضوعی چه موضعی باید بگیریم. ما اگر به عقل خودمون اکتفا بکنیم، خیلی جاها قضیه بلا تکلیف میمونه، به پاسخ روشنی نمیرسیم. سوال دیگه راجع به قضا و قدر بود. ببینید قضا و قدر و اراده انسان جایگاهشون چیه؟ خب این بحث خیلی پیچیده است دیگه، میدونید بحث جبر و اختیار هزاران سال وجود داره توی همه فرهنگ ها، جواب روشن نرسیدن بهش، از یونان قدیم بوده، در روم بوده، الان این بحث هست. ایمانوئل کانت فیلسوف آلمانی میگه که این از اون بحث‌های جدلی، آنتینومی بحث، از اون بحث‌هایی است که جدلی و طرفینه، یعنی مخالف دلیل میاره، شما دلیل مخالف رو گوش میدید، میگه درست میبینید راست میگه،
دلیل موافق رو میبینید، میبینید اونم راست میگه و نمیتونید این مسئله قضاوت بکنید و این مسئله لاینحل اصلا عقل بشری نمیتونه بفهمه، ما مجبوریم یا مختاریم. مولوی ما هم میگه که در میان جبری و اهل قدر همچنان تا حشر بحث است ای پسر، تا قیامت این بحث وجود داره. حالا تو کلام معصومین ائمه امام صادق علیه السلام یک نکته ای هست در یکی از سخنانشون که قضیه رو به این شکل حل کردن، معروف هست، لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین، یعنی نه جبر هست و نه تفویض. تفویض یعنی که خدا کار این عالم رو به ما واگذار کرده باشه، خودش خود جهان رو آفریده دیگه کنار رفته. یه تفکری در غرب بوده از قدیم، الان هم ریشه یک آثاری از اون باقی مونده به نام دئیسم. دئیسم میگه که به خدا اعتقاد داره، میگه خدا وجود داره، خدا جهان رو خلق کرده، ولی به وحی و دین اعتقاد نداره. میگه خدا این جهان رو آفریده، انسان رو آفریده، به انسان عقل داده، گفته دیگه بقیهش رو خودت برو. خدا دیگه هیچ دخالتی نه توی جهان داره نه توی زندگی انسان داره، خدا بازنشسته شده. توی کلمات تورات هم جملاتی هست که یه جور بازنشستگی رو نشون میده. خدا میگه بعد اینکه 6 روز زمین رو آفرید رفت برای استراحت. خب توی تفکر اسلامی و شیعی ما این قضیه امر بین الامرین هست و این نزاع در بین متکلمین اهل تسنن از قدیم وجود داشته. سر این نزاع جنگ ها به راه می انداختن و کشت و کشتار ها می کردن، یه ده جبری بودن یه ده قدری بودن، معتزله اشاعره. امام صادق میگه که نه، خداوند این جهان را آفریده و رها کرده، نه اینکه ما هیچ کاری هیچ نقشی نداریم، آلت دست خداییم، یعنی نه جبر درسته نه اختیار درسته. خدا این جهان را آفریده، پیدایش این جهان همونطور که خدا وابسته است، ادامهش هم به فیض الهی وابسته است. خدا جهان در ادامهش هم از خدا بی نیاز نیست. خدا مثل یه بنا نیست که یه ساختمانی رو بسازه بعد اون بنا اگه بمیره اون خونه هست. رابطه خدا و خلق اینجوری نیست، مثل رابطه بنا و ساختمان نیست. مثل چه رابطه یه؟ حالا یه مثالی که میتونیم بزنیم اینه که مثل رابطه ذهن شما با محتویاتش. یعنی من الان به شما میگم که یه طاووسی رو تو ذهنتون تصور کنید، همه تون الان تو ذهنتون یه تصویر طاووس اومد، این طاووسه تو ذهن شماست ولی وجودش وابسته به اراده شماست. هرگاه اراده بکنید این تصویر تو ذهنشون هست، تو ذهنتون هست. اراده نکنید این تصویر محو میشه. بود و نبودش تابع اراده شماست. این جهان نسبت به خداوند اینجوریه، یعنی اینجوری نیست که مثل پدر و مادر نیست که بچه رو بزرگ کردن حالا گرفتار شده کارش نمیتونن بکنن، نه، کار از دست خدا هیچ وقت در نمیره. احاطه داره به همه هستی، وجود ما پیش از آفرینش و پس از آفرینش و در ادامه یکسان به خدا وابسته است. اگر نازی کند در هم فرو ریزند قالب ها. خب پس خدا یه چنین نسبتی با جهان داره از جمله ما انسان ها، ولی در همون حال خدا به ما یه اختیاراتی داده، یه حوزه یه عمل آزادی رو در اختیار ما گذاشته. ما خودمون اینو با وجدانمون درک میکنیم، با علم حضوری، با شهود انتیوشن. به قول مولوی میگه این که گویی این کنم یا اون کنم خود دلیل اختیار است ای سنم. وقتی سر دو راهی قرار میگیری میگی اینو برم یا اینو برم، معلومه که میتونی تصمیم بگیری. پس ما با یه تجربه درونی inner experience خودمون همونجا میتونیم اختیار رو ببینیم. اختیار داریم یا نداریم؟ مراجعه خود به درونت. الان که اینجا نشستی هر لحظه اراده کنی میتونی بلند شی بری بیرون، دوست داشته باشی میشینی، دوست داشته باشی میری.
اگه من حرفان خیلی خسته کننده بود، بورینگ بود، بلند میشید میرید. این اختیار رو انسان داره، ولی حوزه اختیار ما نامحدود نیست. یعنی هر کاری ما اراده بکنیم نمیتونیم انجام بدیم. خیلی چیزا تو این عالم هست که دست ما نیست، خیلی از کار هست که دست ما نیست، حتی برای خودمون خیلی هاش دست ما نیست. مثلا کارکرد درونی و فیزیولوژیک ما به اراده ما ربطی نداره، خودش اتوماتیک وار به طور طبیعی داره کار میکنه. تا به اراده ما نیست، دستگاه هاضمه ما از اراده ما دستور نمیگیره. شما که غذایی که میکنیم خودش خودکار کار میکنه. پس در یه حوزه های ما اختیار داریم، در یه حوزه های ما هیچ اختیاری نداریم. تکلیف ما رو اونجا هاییست که ما اختیار داریم. یعنی ما اگر موجودات مجبوری بودیم حق انتخاب نداشتیم. تکلیف دیگه معنی نداشت، خوب و بد معنی نداشت، اخلاق معنی نداشت. اخلاق یعنی این خوبه این بده، شما این خوبه رو انتخاب بکن. ولی وقتی من نتونم انتخاب بکنم دیگه اخلاق یعنی چی؟ حتی شو رخ بده همونه دیگه، مثل کاری که خود طبیعت میکنه. زلزله وقتی میخواد بزنه طبیعت نمیشه فکر کنه که آره اینجا چقدر میمیرن، چقدر تلفات داره، اینجا مسکونیه، اینجا زلزله نزنیم، بریم اینجای خلوت که مسکونی است اونجا این کار بکنیم. این حرفا سرش نمیشه، جبریه. رفت بنابراین اینجا ما رو توی طبیعت رو تکلیف کنیم، احمقانه است. اگه بگیم ای طبیعت اینجا زلزله نزن، اینجا چون جمعیت زیاده خسارتش زیاده، نه خیلی طبیعت روش حرف شما گوش نمیده، نمیتونه گوش بده، اصلا اراده و اختیار نداره. چرا اراده و اختیار نداره؟ من اصلا آگاهی نداره. حالا این ما رو میکشه به یه بحث دیگه که کاملا فلسفیه. یه بحثی امروز توی دپارتمان های فلسفی غرب هست راجع به آرتیفیشال اینتلیجنس، که آیا کامپیوتر، ربات، اینا هوش دارن؟ هوش مصنوعی درک دارن یا نه؟ این کامپیوتر که اینقدر محاسبات پیچیده رو با این سرعت انجام میده که چه انسانی نتونه با اون سرعت و محاسبات انجام بده؟ کامپیوتر چیزی میفهمه؟ ربات چیزی میفهمه؟ اگه فهمیدن حل مسئله است، خب این حل مسئله میکنه. اگه حل مسئله نیست چیه فهمیدن؟ یه دو گفتم واقعا ما نمیتونیم بگیم ربات میفهمه یا نمیفهمه، شاید میفهمه. کامپیوتر شاید یه چیزی میفهمه، شاید میفهمه. خب جواب من اینه که کامپیوتر، ربات هیچی نمیفهمه. این محاسبات که الان هست 1000 میلیون برابر دقت و سرعتش هم که زیاد بشه، باز کامپیوتر و ربات و هوش مصنوعی از سر سوزنی شعور برخوردار نیست. چرا؟ برای اینکه این موجود خود آگاهی نداره، سلف اویرنس نداره. یعنی ما که از چیزای دیگه آگاه میشیم، ما اینه که اول از خودمون آگاهی، خودمون رو حس میکنیم، میگیم من، اون منو حس میکنیم. اتفاقاتی که اون من روی میده، رخ میده، اون اتفاقات ما درک میکنیم. اون خود آگاهی بستر و شرط همه آگاهی هاست. اون خودآگاهی نباشه هیچ آگاهی دیگه وجود نداره. این رادیویی که صدا رو از دور میگیره، تلویزیونی که امواج تصاویر رو میگیره، تصاویر رو میگیره و ما هم منتقل میکنه، ولی خودش هیچ بهره‌ای از اون نداره. چرا؟ برای اینکه این تصاویر، این صداها بر روی یک بستر من خودآگاه نمینشینند. یه من خودآگاهی نیست که اینا رو بگیره، بفهمه، منتقل کنه به اون. من خودآگاه وجود نداره. من خودآگاه که وجود نداشت، دیگر آگاه هم نمیتونه بشه. یعنی ما اگه از خودمون آگاهی نداشته باشیم، از غیر خودمون نمیتونیم آگاهی داشته باشیم. وقتی از غیر خودمون آگاهی میشیم، معنیش اینه که اون آگاهی رو متصل میکنیم به آگاهی خودمون. حالا اینو فقط اشاره خواستم بکنم. بنابراین اراده الهی حاکم در جهان، قضا و قدر الهی حاکم بر جهان، همه چیز بر طبق اراده الهی پیش خواهد رفت. در این حال ما در حوزه اراده الهی اختیار داریم و در حد اختیارمون تکلیف داریم. کاری که خارج از اراده ما باشه خدا از ما نمیخواد. کاری که فوق طاقت و قدرت ما باشه خدا از ما نمیخواد. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. اجازه بدید من چند تا سوال کتبی هم که رسیده مرور بکنم. هر وقتم وقت تمام شد یا عزیزان خسته شدن یادآوری بکنن. اون کار رو نذارید بدید که عزیزان عصبانی بشن.
در اسلام اینقدر به نماز اهمیت داده می شود که قدرت انسان سازی دارد. اگر نماز اینقدر اهمیت دارد، چرا بدترین آدم هایی که من در عمرم می شناسم همه نمازخوان های خوبی هستند؟ بدترین آدم ها خوبترین نمازخوان هستند. قرآن هم می خونند ولی آدم های تهمت زن، غیبت کن، آدم های بدی هستند. فایده نماز چیست؟ فقط نمراز شدن یا نه؟ خب البته یه خوده که دوباتون تخت شده دیگه اینجوری که نیست که آدم های نماز خون مثلا خیلی بدن الان ما دوستان اینجا نماز خوردن و اینا بدترین آدم های کره زمین هست یه خورده دوبات تلخی هم بوده. ببینید نماز یک تکلیف الهی است. ما عرض کردیم بنده خدا اگر تشخیص بده که خداوند خالق اوست، معبود اوست، ذاتاً تمایل داره که خدا رو پرستش کنه. در وجود انسان هست. شما توی اون اقوام بدوی رو هم که برید مطالعه کنید، شکل‌هایی از پرستش وجود داره. باستان‌شناسان هم از هزاران سال پیش توی کشفیاتشون پیدا کردن که وسائلی، ابزارهایی که نشون میداده اینا به این شکل عبادت میکردن، پرستش میکردن. این عبادت هم فطریه، مثلا اون ارزش‌های اخلاقی در سرشت انسان هست. منتها دین میاد این رو سامان میده. میگه آقا خدا رو چه شکلی؟ اولا کیو عبادت کن؟ اون مرغ و گاو و مجسمه و اینا رو باید عبادت کرد. اینکه فکر کردی نیاز به عبادت داری، این حس درستی، حس معنوی. همه انسان‌ها حس کردن که یه نیاز معنوی دارن. این درست. ولی این نیاز معنوی رو چگونه تأمین بکنی؟ با پرستش چی؟ اینو آدم‌ها اشتباه می‌کنن. یکی یه آدمی رو می‌پرسته، یکی مجسمه‌ای رو می‌پرسته، یکی خورشید و ستاره رو می‌پرسته، هر کس منظور عقل خودش. خب دین آمده اینو تصحیح بکنه. میگه آقا چه چیزی شایسته پرستشه؟ یک اونی که باید پرستید کیه؟ بعد شکل پرستشیه. چه نوع پرستشی بهترین راه پرستشه؟ آیا مثلا بچه‌مون رو بریم سر ببریم این پرستش خوبیه؟ غذا ببریم برای خدا بذاریم این پرستش خوبیه؟ همین اشکال پرستش بوده دیگه در تاریخ. دین آمده به ما روش درست پرستش رو بیاموزه. خب هم تکلیف فطری انسان، هم دین هم تعلیم میده. خب بیاید این تعلیم رو جدی میگیرم. خداوند رو باید پرستید، نماز میکنه. اما صرف نماز خوندن اتوماتیکوار بقیه کارامون هم درست میکنه؟ نه لزومن. ما توی حال زندگی مادی نیازهای زیادی رو داریم. اگه دنبال یک نیاز رفتیم، یه نیاز رو تأمین کردیم، خود اون بقیه نیازها رو هم تأمین میکنه یا باید دنبال تک تک اون نیازها جداگانه بریم؟ نماز اون وظیفه پرستش رو انجام دادیم. اما ما که فقط در مقابل خداوند وظیفه پرستش که نداریم، خیلی وظایف دیگه هم بر دوش ما هست. این نماز خونی که شما دیدید، خب این به بقیه وظایفش توجه نداره. اشکال در نماز خوندنش نیست. نماز خوندنش کار خوبیه. اون بقیه تکالیف رو که توجه نداره، اون کار بدی. اینکه به این تکلیف توجه داره، این خودش اتوماتیکوار بقیه رو درست نمی‌کنه. به خصوص اگر با معرفت نباشه. نماز اگر با معرفت باشه، اونها رو هم درست می‌کنه. معرفت رو که تو این جلسات اینقدر در بارش بحث کردیم برای همین بود. من این مقدار را جلوتر توضیح میدم که تو قرآن هم هست که این صلاته تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز انسان از زشتی ها باز میداره. چه نمازیه که انسان از زشتی ها باز میداره؟ نماز با معرفت دیگه. همین که شما نوشتید دلالات شدن و اینا که ایشون قدرتی ندارن. چرا به دیگران مثال میزنیم؟ به خودمون مثال بزنیم. ما میدونیم عیب دیگران رو خیلی زود میبینیم، برجستش هم میکنیم، اما عیوب خودمون رو نمیبینیم و میپوشانیم. شما اگر تصمیم به خودسازی گرفتید، قدم اول اینه که به جای برجسته کردن عیوب دیگران به عیوب خودت بپردازی. خیلی شما اتفاق میفته با افراد برخورد میکنه، شروع میکنه به بدگویی از دیگران که فلانی چقدر بده. یعنی من که در وقت میزنم خیلی خوبم، اونا بدن.
این خیلی اثر منفی داره در معنویت و اخلاق انسان. یعنی یه ذره‌بین برداشته دنبال اینه که کی یه عیبی داره، اون عیبه رو با این ذره‌بین بزرگش بکنه. اصلا به خودش هیچ وقت بر نمیگرده بگه که خب منم شاید عیبی داشته باشم. در صورتی که من اگه به عیب دیگران توجه بکنم این هیچ سازندگی نداره، ولی اگه به عیب خودم توجه بکنم سازندگی داره، یعنی به فکر رفعش خواهم افتاد، به فکر برطرف کردن عیب خودم خواهم افتاد. اما آدمی که تمام حواسش به دیگران که این چه کار بد میکنه اون چه کار بد میکنه، اصلا حواس خودش نیست، اون هیچ وقت به اصلاح خودش رو نمیاره، از دست همه شکایت داره، از دست همه گله داره. تنها کسی که تو این کره زمین از دستش گله نداره خودشه. میگه خدا یه موجود استثنایی آفریده، این آسمون شکافته شده، اونم من بودم. این خودفریبی رو انسان داره، در ذات انسان هست. انسان خودخواهه، عیبهای خودشو نمیبینه. اولا اگر دید، این اگر این عیب اینقدر آشکار بود که قابل پنهان کردن نبود، توجیه میکنه، میگه درست من این عیب رو دارم، ولی تقصیر به پای اون یکی، اون فرده. یکی میگه جو خرابه، محیط فاسده، تقصیر من نیست. این فرافکنی رو انسان داره، همش میخواد تقصیر رو بگرده رفیق ناباب، این معتداره که میگیرم آتا خیارو، اولین حرفشون اینه که آقا چرا این دنبال این را رفتی؟ جواب رفیق ناباب، این جواب استاندارد همگانیه. خب رفیق ناباب که تسلط بر تو نداره، احاطه بر تو نداره، تو میگه خودت عقل نداری، اختیار نداری، استقلال شخصیت نداری. و فرق انسان با گوسفند اینه که گوسفند فکر نمی کنه، یه گوسفند جلو میفته بقیه هم دنبالش راه میفتن. انسان قراره که فکر بکنه، خودش تصمیم بگیره. درست اون رفیق نواب به تو پیشنهاد کرد، مجبور که نکرد، سرنیزه که نیاورد، تو چرا قبول کردی؟ تو قیامت به عهده به گردن شیطان میاندازن. یعنی خداوند از انسان‌ها، از خدا نشد از ماها بپرسی که چرا مثلا نمبر این همه زشتی رفتی، میگه تمام زیر سر این شیطانه، این اگر نبود واقعا ما معصوم بودیم. شیطان میاد میگه آجون من اصلا در جرائم شما مشارکتی ندارم، من فقط پیشنهاد کردم، من دست هیچ کس رو نگرفتم به زور بکشم به سمت یک کار زشت، براش پیشنهاد دادم، گفتم آقا این گزینه ها هست، این گزینه خیلی خوبه، شیطان تزیینش خیلی خوبه، این کلاشالا که تلویزیون بوده اینا تزیینه، این کار شیطان از همین سنفه، یعنی یه چیز بی ارزش رو اینقدر جذاب نشون میده که دهان همه آب میفته. یه چیزی که برای سلامتی انسان قطعاً ضرر داره اینقدر زیبا به تصویر میکشه که همه دهنشون آب میفته رو میفتن برام بخرن. شیطان یکی از کاراش اینه، تو قرآن هست، تزیین اعمال، یعنی کارهای زشت خودمون رو زیبا جلوه میده. آدم خودفریبی داره، آدم خیلی وقتا خودشو فریب میده، آدم خیلی وقتا تصویر درستی از خودش نداره، یعنی اون تصوری که خیلی وقتا ما از خودمون داریم تصور درستی نیست. من ممکن خودم آدم با انصافی بودنم، ولی در واقع بی انصاف باشم، خیال میکنم با انصافم، چون سر خودم کلا میذارم. این هنر رو انسان داره، سر خودش کلا بذاره. خب ببینید، نماز، اگه ما از نماز خانی کار زشتی دیدیم، نباید نماز او رو زیر سوال ببریم. نمازش کار درستی، نمازش داره میکنه کار درستی داره میکنه، تو آدم بد ممکنه کار خوبم بکنه، همه کارش که بد نیست، این کارش خوب، اما چون این نماز با معرفت نیست، بقیه چیزا رو درست نکرد. این آدم نماز میخونه ولی مثلا تشنه جاذبه های دنیا هست، نمیتونه مقاومت بکنه، حرام و حلال براش فرق نمیکنه، اینجا رو درست نکرد. عزاداری موزمان از چه زمان، امام حسین از چه زمانی شروع شده است؟ آیا این مراسم از زمان صفویه شروع شده یا خیر در زمان سایر ائمه وجود داشت؟ خب قبلا هم بحث کردیم. نه، از همون روز 11 محرم یک روز بعد از واقعه عاشورا این عزاداری شروع شد. یعنی اهل بیت امام حسین که به اسارت می‌بردن عزاداری رو از همون شروع کردن. ائمه هم مجالس عزاداری برگزار می‌کردن.
در دوره حاکمیت دیلمیان که قال بویه که شیعه بودن، عزاداری خیلی رونق پیدا کرد، یعنی کشید به بازار و خیابان و کوچه و با یه مراسم و در واقع شعائر خاصی تقویت شد. در بغداد وقتی دیلمیان حاکم بودن، عزاداری مفته هم قرن چهارم سوم قرنشان حدود قرن چهارم عزاداری رو خیلی رونق بخشیدن. در دوره صفوی خب تو ایران عزاداری وارد یه فاز جدیدی شد، وارد یه فاز جدید، عزاداری بود همیشه، وارد یه فاز جدیدی شد. این علم و کتل و تبل و اینجور چیزا آمد توی عزاداری و این شکل جدید دستجات و اینها پیش اومد. خود شاهان صفوی و قاجار هم اینا رو حمایت میکردن، این شکل عزاداری ها رو، و تعزیه خانی در همون زمان شروع شده. گفتم که ناصرالدین شاه وقتی رفت اروپا مثلا این تئاتر رو دید، نمایش تئاتر رو دید، اومد گفت یا خودش گفت یا کسی بهش گفت که خب چرا ما قضیه عاشورا و امام حسین رو نتونیم به این شکل نمایشی در بیاریم. اینا معرفی نوشتن که از اون وقت تعزیه یا شبیخونی هم مطرح شد. سوال اینجانب درباره عصمت ائمه است. عصمت پیامبر اکرم دلیل وارد شدن وحی بر ایشان قابل قبول است، لکن برای ائمه وحی نمی شود. بله، چنانچه مقام امامت را توجیهی برای آن بدانیم، عصمت حضرت زهرا را چگونه توجیه می کنیم؟ چرا دیگر فرزندان ائمه معصوم نیستند مانند حضرت زینب؟ خب همین که می بینید که شیعیان که اینقدر به مثلا حضرت زینب ارادت می‌ورزن و حضرت عباس ارادت می‌ورزن ولی نمیگن بهشون معصوم، اما حضرت زهرا میگن، خب خود این باید بگه که بنابراین نکته‌ای وجود داشته. اگر شدت علاقه باشه، خب شدت علاقه اینجا هست دیگه، میگفتیم آقا همه اینا معصوم، چرا نمیگی؟ اصلا یه مبنایی داره این حرف که یه ایده رو معصوم میدونی یه ایده رو معصوم نمیدونی. خب مبناش عمدتاً نقله، یعنی روایت هست، حدیث هست، حدیث متواتر. اما که به لحاظ تئوریک چطور میشه یه انسان معصوم بشه؟ آیا معصوم شدن معلول وحیه؟ نه لزوماً، یعنی وحی نیست که شخص رو معصوم میکنه، پس باید معصوم باشه تا وحی رو دریافت بکنه، یعنی عصمت مقدمه بر وحیه. من تو جلسات عرض کردم اگر معرفت ما معرفت شهودی باشه، انسان معرفت شهودی پیدا بکنه، از راه تزکیه نفس به معرفت شهودی دست پیدا بکنه، حضور خداوند رو در همه عالم حس بکنه، حضورش رو حس بکنه، نه که فقط تو ذهنش میگه خدا همجا هست، نه، این حضور رو حس بکنه، عالم رو منظر خدا ببینه، این معصوم خواهد بود. ما اگه ببینیم یه آدمی، یه بزرگی، یه حتی یه کوچکی یه کار زشتی داری میکنی، داره ما رو میبینه، خب این کار نمیکنی. چرا کار زشت انسان در پنهانی انجام میده؟ چون شرم میکنه در مقابل دیدگان دیگران انجام بده. تو پنهانی دیده یه ناظری نمیبینه، میگه اینجا کسی نیست، اما کسی به این معرفت رسید که اونجا هم کسی هست، به طور جدی هم هست، نه اینکه حالا یه اعتقاد شلکی داشته باشه، نه، به طور جدی همونجور شما جلوی چشم من وایسادید اونجا، آدم احساس بکنه خدا اینجا حاضره و این حضورش رو حس بکنه، نه فقط تصور بکنه، این بازدارنده خواهد بود. بدانیم شما اگه قرار بر این باشه که ما طبق روایت شیعان 14 تا ما معصوم بیشتر نداریم، 124 هزار تا پیغمبر داریم که مستقیما طبق خداوند انتخاب شده، ولی ما معتقدیم که معصوم نیستن. نه اتفاقا معصوم نیستن، همه پیغمبر هم ما که خود میکنن 14 تا معصوم. نه نه نه، همه انبیا معصوم بودن، این 14 تا معصوم توی اسلام بودن، تمام انبیا رو معصوم بودن حتی قبل از انتخابشون.
حالا اون بحث جزئیات بحث دیگری است، ولی اینکه شیعه اعتقاد داره به عصمت انبیا به طور کلی، یعنی تو اعتقادات شیعه این به این شکل فقط عصمت پیامبر و چهارده معصوم نیست، به عصمت همه انبیا اعتقاد هست. حالا جزئیاتش محل بحثه، قبل از عصمت، بعد از عصمت، چه نوع عصمت، اینا هزاران بحث وجود داره، ولی اصل این اعتقاد انبیا رو هم پوشش میده. در مورد حضرت زهرا فکر می‌کنم که این بحث مقدار روشن نشد. من فکر می‌کنم عصمت حضرت زهرا از طریق قاضی تطهیر قابل اثبات هستش، چرا که ایشون جزء آیه هستن به وضوح. خب من گفتم دلایل نقلی وجود داره، من دارم توجیه عقلیشو عرض می‌کنم، چه میشه که یه انسانی معصوم میشه؟ این دارم عرض می‌کنم، این تابع اون معرفت، خب حضرت زهرا به اون معرفت رسیده باشه که رسیده از مقام عصمت برخوردار. اما ما چطور میفهمیم یکی معصوم یا معصوم نیست؟ ما هیچ راهی نداریم جز راه نقلی، یعنی یا در قرآن اومده باشه یا در روایات قطعی، ولی ما به لحاظ تجربی نمیتونیم اثبات کنیم این شخص معصومه، قابل اثبات نیست. یعنی شما هیچ خطایی هم که از کسی نبینید نمیتونید اثبات رو نتیجه بگیرید، میگم من ندیدم، مگه شب و روز در تمام لحظات که اشراف بر اون نداشتم. اثبات جز از راه نقل قابل اثبات نیست. تنها راهش امکانش وجود داره، یعنی بعد از 14 معصوم راهش بسته شده یا راهش باز؟ همون حالا اثبات مرحله این به بعد. بله، یعنی ببینید امکان عقلیش وجود داره، یعنی ما میگیم هر کس به اون میزان از معرفت برسه از عصمت برخوردار، ولی آیا کسی میرسه، کی رسیده کی نرسیده، ما راه نداریم. آقای دکتر ببخشید این که بعضی از علما و مراجع رو میگن به مرز عصمت رسیدن، این از کجا به قضاوت؟ خب نگفتن عصمت، مرز عصمت. بله نه عصمت کسی نگفته، مرز عصمت یعنی واقعا این آدم زندگیش رفتارش نشون میده که این آگاهانه گناه نمیکنه، ممکن اشتباه بکنه ولی آگاهانه با شناختی ما از این آدم داریم گناه نمیکنه، این نمیشه اثبات کرد. این رو چه اثبات کرد؟ این مطرح میشه. ببینید شخص اعتماد پیدا میکنه. شما ممکنه که یقین پیدا کنید که آقای الف به مرز عصمت رسیده، ولی نمیتونید برای من اثبات کنید. شما بر اساس شواهد، بر اساس قرائن، رفتار، ارتباطی که با او داشتید ممکنه به این نتیجه برسید. ولی نمیتونید برای من اثبات بکنید. یعنی برهان بیارید من متقاعد بشم. این راه نداره. در رابطه با زیارت عاشورا با توجه اینکه اسلام دین محبت است، بخشی از خواندن زیارت عاشورا فرستادن لعن و نفرین برای کس برای من کمی سوال انگیز است و مطمئنن فرستادن لعن اثر منفی روحی دارد. همچنین خداوند فرموده کسی نباید بنده مؤمن لعن بفرستد، مؤمن رو نباید لعن فرستد. و شم رو نمیدونم ابن زیاد اینا مؤمن بودن به نظر شما؟ ببینید دیشب من عرض کردم که ما یه اصلی داریم به نام تولا و تبرا، این دوتا با هم ارتباط دارن، از هم جدا نمیشن. یعنی انسان حق رو دوست داشته باشه، از باطل بیزار باشه. شما اگر از باطل بیزار نیستید، یعنی باطل بدتون نمیاد دیگه، یا بیطرفید یا خوشتون میاد. تعلیمات دینی میگه که شما باید از باطل بدتون بیاد، از شر، از بدی بدتون بیاد. یه چیزایی بده، شما اگر از بدی بدتون نیاد میرید دنبالش، ازش اجتناب نمی کنید. پس ما باید از چیزای بد، از کارهای بد نفرت داشته باشیم. شما باید به کودک یاد بدید که دزدی بده، کار زشتی، اگر دزدی کردید تو میشه آدم بد، اجتناب بکنه از اون. بگیم آقا دوزی هم ریب نداره، دوزی هم رو بکنیم ما برای دست و گل میاریم. خب این تعلیم تربیته. حب دوستان خدا و نفرت و بیزاری از دشمنان خدا. تا این نفرت و بیزاری نباشه ما از اونا فاصله نمیگیریم. از اونا که فاصله نگیریم ممکنه که در اردوی اونا باشیم. دین آمده بگه شما در مقابل حق و باطل، در مقابل عدل و ظلم، در مقابل خوب و بد نباید بی تفاوت باشید. اگه همه همش برای ما یکسان باشه، ظالم و عادل برای ما فرق نکنه.
یعنی بی تفاوتیم. در صورتی که اینگونه نیست، ما باید موضع منفی داشته باشیم نسبت به بدی و اهل بدی. هم از ظلم آدم باید بدش بیاد، هم آدم ظالم. ظلم که رو هوا نیست، ظلم به دست انسان انجام میده. بنابراین این هم یه امر عقلانیه، یعنی همه آدم ها این کار رو میکنن. حالا تو زیارت عاشورا نمیگم، ولی کار زشتی ببینن بدشون میاد. اون از اون سریال کیلر بدشون میاد، خواستار مجازات اون میشن. این که در قرآن آمده خدا هر که را بخواهد هدایت می کند و گمراهان هرگز هدایت نمی شوند، آیا با اختیار انسان متناقض نیست؟ این خواست خدا وابسته به چیست؟ از کجا می توان دانست که چگونه انسان در گروه گمراهان است یا هدایت شدگان؟ ببینید، عرض کردیم خداوند همه کاری این عالم، هیچ چیز از دست خدا خارج نیست. اراده ما هم استثنا نیست، یعنی اراده ما هم تحت سیطره اراده الهی است. اگه اینجور نباشه معنیش اینه ما خودمون خداییم، یعنی اراده ما وابسته به خدا نیست. اراده ما که وابسته نیست، یعنی خودمون وابسته نیستیم، یعنی ما مستقل از خداییم. در صورتی که عرض کردم مثل اون طاووسه که تو ذهن شماست، او تمام وجودش وابستگی به شماست. تصور بکنید هست، تصور نکنید نیست. وجودش و ارادش و همه چیزش در قبضه قدرت شماست. این که میگه خدا اگه بخواد کسی رو هدایت میکنه، اگه بخواد گمراه میکنه، معنیش این نیست که خداوند همینجور بی حساب آربیتری میگه این گمراه بشه این هدایت بشه، اینجوری نیست. شرایط گمراهی و هدایت رو ما خودمون ایجاد میکنیم در وجودمون. زمینه گمراهی رو ایجاد میکنیم، زمینه هدایت رو ایجاد میکنیم. چه بخوایم گمراه بشیم، چه بخوایم هدایت بشیم، باید از امکاناتی که خدا در اختیار ما قرار داده استفاده بکنیم. یعنی اگه خدا نخواد یکی گمراه بشه، بخواد جلوی گمراهی رو یکی رو بگیره، خب اونجا گمراه نمیشه دیگه. خدا میگه قدرت مطلق نیست. اگه جلوی گمراهی یکی رو بگیره، خب دیگه گمراه نمیشه. خدا آزاد گذاشته. آزاد گذاشته یعنی کاری نداره، این میتونه گمراه بشه. این ظرفیت رو خدا در اختیارش قرار داده، ظرفیت گمراه شدن و ظرفیت هدایت شدن. چون ما موجود مختاری هستیم، خدا ما اختیار داده یعنی چی؟ اصلا اختیار دادن یعنی به شما ظرفیت داده که گمراه بشید یا ظرفیت یا هدایت بشید. این ظرفیت رو به شما خدا داده. پس اگر ما هدایت شدیم، خدا ما رو هدایت کرده. گمراه شدیم، خدا ما رو گمراه کرده. خدا ما رو گمراه کرده نه که ما بی تقصیریم، نه، ما با اراده آزاد خودمون گمراه شدیم. ولی این ظرفیت رو خداوند با اینکه ما رو به شکل موجودات مختار آفریده، این زمینه رو فراهم کرده. اگه خدا یک کاری میکرد، ما راه گمراهی بسته بود، ما دیگه اختیار نداشتیم، میشدیم مثل حیوانات، مثل جمادات. اصلا اختیار یعنی این، یعنی خدا تو رو یک شکلی آفریده که تو میتونی خوب بشی، میتونی بد بشی. این امکان رو خدا در اختیارت قرار داد، این فرصت رو، فرصت انتخاب رو خدا در اختیارت قرار داد. اما هر کدوم انتخاب بکنی، اون پیامدهایی داره. پیامدهاش هم دامنگیرت خواهد شد. صلواتی الله علی محمد. آیا تکلیف اختیار رو زیر سوال نمی برد، چون به نوعی اجبار ذهنی ایجاد می کند؟ نه، ببینید، تکلیف اختیار رو بر نمی داره. یعنی خدا به ما گفته که واجب شما نماز بخونید. چی اختیار رو برمی داره؟ اکراه. یعنی اگه خدا یه مأموری میفرستاد، یه اسلحه‌ای میکشید،
بگوی یا نماز بخون، نخونی یا الان برک بار میبنیم. اینجا ما اختیار نداشتیم. تکلیف این نیست، تکلیف این نیست که یه شمشیر گرفتن برای سرم و بگوی یا الان. تکلیف هم باز عرضه است، یعنی واجب این کار رو بکنی ولی دست خودته، کسی تو رو حل نمیده به نماز خوندن، کسی حلت نمیده نماز بخونی که بشه بی اختیار. اختیار داری، منتها تو این اختیارت عواقب هر کاری رو میسنجی که اگر این طرف رو انتخاب بکنم چه عواقبی خواهد داشت، اون طرف انتخاب بکنم چه عواقبی خواهد داشت. واجب یعنی یعنی شما بدونید که اگر نماز رو نخونید میتونید نخونید، ولی اگر نخونید این عواقب در پیه. سر اختیار یعنی همین، یعنی من بدونم چه کاری چه عواقبی داره و بتونم از اون عواقب اجتناب بکنم، دور بشم. تکلیف اکراه نیست، یعنی وادار نمی کنه به زور ما رو به یه کاری. اجازه بگیم سالایی؟ آیا دکتر وادار می کنی؟ اصلا یه دفعه شدیده است. خب نخونی جهنمی. خب پس چرا ایده نمیخوره اگه وادار میکنه؟ نه چون ایمان ندارم. خب پس وادار نیست، اجبار نیست. ببینید اجبار چون خب بالاخره الان خیلی شاید ممکنه که بگم جهنم نباشه، باشه اون ایده نداره، اون اختیار محاسبه میکنه طرف. یعنی اگه امر مکروه بود هر شما درسته، واجبه. ببینید نماز نخوندن اگه مکروه بود اکراه یعنی خدا یه کاری بکنه، مردم بل اجبار نماز بخونن و راهی برای فرار از نماز نداشته باشن، اینجوریه. خب اون خلقت چیه زیر سوال؟ مردم اینجوری، مردم آزادن، یه دو نماز میخونن یه دو نمیخونن، یکی در یه روز میخونه یه روز نمیخونه، این معنی اختیار دیگه. اختیار یعنی دست خود، دست خودم هست. اما معنیش این نیست که هر کدوم من بگیرم نتایجش فرق نمیکنه، یه نماز بخونم یا نخونم نتیجش فرق نمیکنه. خدا گفته نتیجش خیلی فرق میکنه، ولی انتخاب با خودت. ببینید اکراه برای چی گفتم؟ ببینید یه موقع آدم میره پشت بام، اون که میخواد مثلا خودکشی بکنه، از اون برای خودشو پرت میکنه پایین، این با اختیارش این کاری کرده. یکی اونجا با صدر مناظر نگاه میکنه، یکی از پشت بیاد هولش گیده. در اون دومی اختیار نیست، یعنی اگه یکی آمد منو هول داد پرت کرد، من هیچ اختیاری ندارم، مسئول این کار نیستم. آدم کارایی که بدون اختیار انجام میده مسئولیت نداره در پیشگاه خدا باشد. تو دنیا چرا مسئولیت داره؟ یعنی شما بی اختیار اگه بزنید چیزی رو بشکنید باید جریمه بدید، ولی در پیشگاه الهی آدم کاری رو که اختیار نداشته. فرض بکنید که شما بی تقصیر بودید، مقصر نبودید، اصلا نمیدیدید، تاریکی مطلق بود، تصادف کردید، زدید که کشتید، قصد کشتن نداشت. شما قاتل نیستید، شما در قیامت نمیدید چرا آدم کشتید. اگه کوتاهی کرده باشید، اگه کوتاهی کرده باشید مسئولیت دارید، ولی هیچ کوتاهی نکردید، هیچ مسئولیت هم ندارید، ولی اون که یه آدم کشته شده، ولی هیچ مسئولیت الهی در قیامت ندارید، چون جا اختیاری نداره. نماز مثل این نیست که از پشت بوم آدم هول بدن بیاندازن. نماز گفتن آقا بخوای بخون بخوای نخون، ولی اگه بخونی این قیامت ها هست، اگه نخونی این نتایج عواقب هست. این یعنی اختیار، مثل اختیار غیر از این نیست. پس جایگاه قانون چی میشود در مورد سقط جنین یا مورد اجتماعی دیگر؟ خب قانون عرض کردم، قانون سکولار با تصمیم انسان هاست، قانون الهی متکی به وحی هست. خب این دیگه سوال نیست، این امر. 8 دقیقه دیگه بحث رو خاتمه دهید. چشم. آقای دکتر من 8 دقیقه رو به من یکی بگید. به نظر من باید اون اصلاحی کنار شریعه باشه، چون خیلی متوجه باطل نیستن، یعنی از روی ظاهر قضاوت میکنن و اون باطل طوری که اگه نخواهی کام مستن کنشن به ضرر فرد خواهد بگه. یعنی من خودم در این باور دارم، این باستم بکنیم. بله، حالا چون بحث نماز مطرح شد، در دنباله عرایز بعد این نقطه بگم راجع به نماز. شما تفت دیستم
خب عرض کردم که اسمت ما از راه نقل میگیم، یعنی دلیل عقلی نداره. روایت قطعی است گفته آقا این افراد معصوم، شما هیچ برهان عقلی یا تجربی ندارید. آیا انتخاب ابوبکر به عنوان خلیفه توسط مردم بیشتر به دموکراسی شبیه نیست؟ آیا آنها نمیتوانند ادعا کنند که عملی دموکراتیک انجام شده است؟ چرا میتونن ادعا کنند؟ این دموکراسی همه جا خوب نیست. پیغمبر وقتی پیغمبر میشه دموکراسی میشه، این مردم رأی میدن که بشه پیغمبر. مردم جمع میکنن بگن شما یه پیغمبر انتخاب بکنید، هر کی بیشتر رأی آورد میشه پیغمبر. اصلا دموکراسی اونجا وجود نداره. اجازه من تمام بکنم. یکی از القاب پیامبر ما مصطفی است. الله تعالی مصطفی هم چی؟ یعنی برگزیده. برگزیده کی؟ مردم تو انتخابات؟ نه، برگزیده خدا. مردم اتفاقا نمیخواستن، جنگیدن باش، مخالفت های شدید کردن، یارانشو میکشتن. دموکراسی کجا بود؟ دموکراسی برای اونجا نیست. حتی اونایی که دموکراسی گفتن، حتی اونایی که در غرب بحث دموکراسی رو مطرح کردن، فیلسوفان سیاسی، نگفتن در انتخاب پیغمبر و امام و پیشوای معنوی دموکراسی بکنید. اون دموکراسی برای اداره امور جامعه هست، اونجا هم خوبه، تو محدوده خودش خوبه. خب برای این بحث مفصلیه، من شاید نتونم برسم، فقط اشاره میکنم. شاید که جلسه دیگه در یکی از دو سه تا جلسه که باقی مونده اینو بیشتر بحث بدم. بعدم اصلا دموکراسی نبوده، یعنی اصلا رأی گیری نبوده مردم جمع بشن رأی گیری بکنن. اون شما اون ساختار قبیله‌ای و طایفه‌ای قریش رو در نظر بگیرید، یه رئیس قبیله بوده، رأی اون بوده، یعنی تمام افراد زیر قبیله مطیع اون رئیس قبیله بودن. اصلا دموکراسی معنی نداشته اونجا. رئیس قبیله هم نگاه نمی‌کرد که افراد تحت قبیلهش چی میگن، از بالا باید دستور بیاد. رئیس هست که انتخاب اونه، اصلا افراد باید خودشون رو با اون هماهنگ بکنن. رئیس چند تا طایفه، طایفه پرجمعیت و پرقدرت جمع میشن، مردم هم اصلا فرهنگ عربستان، فرهنگ عصر جاهلیت اینجا جا افتاده بود. رؤساء قبائل وقتی چیزی گفتن هیچ کس حق اعتراض نداشت. دو تا ماشین پیاده رو پارک کردن، به پلیس دم دره، خواهشان یه زن یه نیسان، حتما حرکتش کنه. چند مده خواهش. حالا امامت رو فرصت نیست. امامت از دیدگاه شیعه فقط یک منصب اجتماعی نیست، فقط بحث حکومت نیست. حکومت هم جزءش هست، ولی فقط بحث حکومت نیست. بیشتر از حکومت و در اصل رهبری و هدایت معنوی و دینی جامعه است. ما اعتقاد داریم که پیغمبر یه چند تا ویژگی داره. معصوم است. به شریعت علم داره، علم کافی داره، علم خطا ناپذیر. بهش وحی میشه. الگو و اسوه هست برای دیگران، یعنی دیگران پیغمبر رو نگاه میکنن، از اون تبعیت میکنن. این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، اگه خدا رو دوست دارید از من تبعیت کنید، خدا شما رو دوست خواهد داشت. پیغمبر الگو و اسوه هست. پیغمبر علاوه بر اینها هدایت معنوی افراد هم به عهده داره. پیغمبر مفسر وحی هم هست، یعنی وحی رو که میگیره تفسیر هم میکنه. احادیثی که از پیغمبر رسیده در باید تفسیر پیغمبر. پیغمبر رهبر اجتماعی هم هست، یعنی در زمان پیغمبر ما دو تا انستیتیوشن نداریم. پالیتیکال انستیتیوشن، ریلیجیس انستیتیوشن، نو. یک
انستیتیوشن هست، هم سیاسی اجتماعی است، هم دینی و معنوی، و این دوتا از هم جدا نیست. وقتی که بحث دین و نبوت مطرح میشه، تفکر شیعه درباره امامت از اینجاست. شما این ویژگی های پیغمبر رو دیدید، علم داره، عصمت داره، الگو هست، مفسر قرآنه، رهبری معنوی داره، رهبری اجتماعی داره، تمام ویژگی های پیغمبر رو داره جز یکیشو. اون یکی کدومه؟ وحی دریافت نمی کنه، چون قرار نیست دین جدیدی بیاد، دین تکمیل شده. پس با مرگ پیغمبر چی تموم میشه؟ وحی تموم میشه. تفسیر قرآن تموم میشه؟ نه. یه مفسر معصومی باشه این بهش نیاز نیست. چرا؟ یه معلم معنوی معصوم لازم نیست. چرا؟ تمام ویژگی های پیامبر پس از پیامبر هم لازمه در جامعه باشه، یکی الگو باشه، معلم باشه، مفسر باشه، معصوم باشه، غیر از وحی. اختلاف شیعه و سنی سر این نیست که علی علیه السلام جانشین پیغمبر باشه یا ابوبکر باشه، این یه دعوای ثانویه. بحث اصلی بحث تئوریکه که اصلا جانشین پیغمبر چه ویژگی هایی باید داشته باشه قبل از اینکه به آدمش برسید. دعوا سر اینه، دعوا اعتقادیه، تاریخی نیست. در ابتدا شیعه میگه آقا جانشین پیامبر، خلیفه پیامبر، این کسی باید جای پیامبر بشینه، همون کارهایی که پیامبر میکرد این بکنه، همون نقش هایی که پیامبر داشت اینم انجام بده، چون جای اون نشسته دیگه، باید اون نقش رو ایفا بکنه، جز یه نقشش که اون وحی، اونم چون قرآن گفته که این پیامبر خاتمه دیگه، وحی دیگه نخواهد بود. خب این یکی نیست، بقیه شؤون پیامبر سر جاش محفوظه، نیاز مردم بعد از پیامبر و زمان پیامبر به اون شؤون فرقی نمیکنه، همونطور که در زمان پیامبر به اون الگو و اسطوره نیاز داشتن، به مفسر معصوم نیاز داشتن، بعدش هم این نیاز وجود داره. فقط به چی نیاز نداریم؟ به کسی که وحی جدید بیاره. اختلاف سر اینه. تفکر اموی یا تفکر اهل تسنن میگه خلیفه یعنی کسی که ما میذاریم اونجا اداره امور جامعه رو مدیریت بکنه. تفسیر قرآن کی بکنه؟ پیشوای معنوی کی باشه؟ مفسر معصوم کی باشه؟ اینا دیگه مطرح نیست. توجه میکنید؟ یعنی اختلافی اختلاف تئوریکه. دعوا سر این نیست که علی یا ابوبکر، دعوا سر اینی که جانشین پیامبر چه خصوصیاتی باید داشته باشه. شیعه میگه باید این خصوصیات داشته باشه، اینم دلیلشه. بعد میرسیم سر آدمش. یعنی حالا ببینیم چه کسی این ویژگی ها رو داره در زمان پیامبر. او آدم هایی که مطرحن اینا رو بشینیم تجزیه و تحلیل بکنیم. فرصت نیست، باشد خارج از وقت دارم حرف بزنم. یه تفاوت علی علیه السلام، حالا با اعتقاد شیعی نمیگم، به لحاظ تاریخی برای هم تسلیم قابل قبول، سابقه شرک نداره. یعنی از کودکی قبل از بلوغ در دامان پیامبر رشد کرده، پیشاوند بوده، پیامبر اصلا حضرت علی رو برد تو خونه خودش، بچه خردسال بزرگش کرد. اولین کسی بوده که بعد حضرت علی ایمان آورده. بقیه صحابه عمری در بت پرستی سپری کردن، عمری رو برای بت سجده کردن. حالا بعضی ها بعدش بعدن متوجه شدن برگشتن، بعضی ها آخرش متوجه نشدن، ولی سابقه شرک و بت پرستی دارن. امیر روز سابقه یه شبه بود برسی نداره. این هم یه فکته، این سر این بحث هم نیست، دعوا نیست، روشنه. پس یه آدمیست، فقط داریم به لحاظ ظاهری تاریخی بحث میکنیم، یه آدمیست از کودکی موحد بوده در دامان پیامبر رشد کرده، پیامبری که بهترین ایژوکیتر عالم در سفر و حضر، در خلوت و جمع این باش بوده در تمام عمرش تا وقتی پیامبر زنده بوده.
بعد خود پیامبر فرموده که انا مدینت العلم علیون بابا، این مدت داشته به این آموزش میداد. این روایت هم همه قبول. پس یه آدم بدون سابقه شرک از کودکی موحد تحت تربیت پیامبر رشد کرده، باب علم پیامبر هم هست. هیچ کسی دیگه در این خصوصیات با امیرالمومنین اشتراک نداره، ادعاش هم نداره. بعدم اون وقایع تاریخی غدیر و ثقلین اون مفصل که در مناسبت‌های مختلف پیامبر اشاره کرده به نسبت علی با خودش که این با من نسبت هارون است به موسی و بقیه ماجرا. اون وقت این علی با کی ازدواج کرده؟ با دختر پیامبر، یعنی دختری که اونم تربیت شده یه مستقیم پیغمبر. یعنی این زوج بهترین مربی کل عالم خلقت رو داشته. پیغمبر هم علی رو هم فاطمه رو اونجور که خودش میخواست تربیت کرده، ایژوکیشنشون رو به عهده گرفت. اینا با هم ازدواج کردن و فرزندانی به وجود اومده. این میراث معنوی از طریق این پدر و مادر به اون فرزندان منتقل شده. اون فرزندان در دامن این پدر مادری رشد کردن که این پدر مادر در دامن پیغمبر رشد کرده. پدر مادر که هیچ کدوم سابقه شرک ندارن، سابقه کفر ندارن، زیر نظر پیغمبر تربیت شد. خب اون معنا که ویژگی ها چی باشه، اینم آدمش. این اصول برای جانشین پیغمبر باید باشه. این آدم هم در بین همه آدم ها شاخصه. یعنی یه بحث اعتقادی است، بعدش هم یه بحث تاریخی. اما چه اتفاقاتی میفته؟ اون مبتنی بر این مباحث ایدئولوژیک نیست. اون مبتنی بر رقابت‌های قبیله‌ای، منافع، دنبال قدرت رفتن و کار به جایی میرسه که همینایی که خلیفه پیغمبر بودن کمتر از 40 سال بعد از درگذشت پیامبر بر سر نور دیده پیامبر چه آوردن. همین افراد بود، صحابه بود، خلیفه شد. یعنی خط انحراف از اون اول نتیجهش به کربلا رسید. بگید آقا چطور باید پیغمبر وصیت کرده بود در مردم عمل نکرده؟ آقا ببینید قضیه کربلا بگید روشنه. با فرزندان پیغمبر چجور رفتار کرده؟ خب تو قضیه خلافت من. خب حالا من مایل نیستم اینجور بحثای اختلافی رو دامن بزنم، ولی خب برای کسانی که دنبال حقیقت هم اونایی که شیعه هستن باید بدونن مبنای تفکرشون چیه. فقط از روی تعصب یه دلیلی داره، یه مبنایی داره. این فقط یه اشاره بود، یه نکته ای بود برای اشاره به اینکه مبنای تفکر شیعی در باب امامت چیه. اصلا این با مبنای تفکر اهل تسنن در باب خلافت متفاوته. یعنی بعد چی شد؟ رهبر سیاسی میشد مثلا حجاج خلیفه مسلمی، یا یزید خلیفه مسلمی. امام مردم، یعنی اون کسی که باید سوالات فقهی رو ازش بپرسن، مرجع دینی است، اون مثلا میشد ابو حنیفه، یک کسی دیگه ای. مرشد معنوی یه شخص ثالثی، مثلا حسن بصری. خلیفه یکیه، مرشد معنوی یکی دیگه هست، فقیه و پاسخگوی مرجع دینی یک کسی دیگه است. تا آدم سه تا انستیتوشه تو اتسنون اینه. تفکر شیعی میگه آقا همون که خلیفه است، همون مفسر دین امام و همون پیشوای معنوی است. این تقسیم کردن این قوا چه مشکلی رو وجود آورد؟ یزید رو داریم، حجاج رو داریم، نمیدونم هارون رو داریم که قدرت داره و پول داره، ابو حنیفه داریم که علم داره ولی قدرت نداره، حسن بصری داریم که بحث معنویت مطرح، نه علم داره نه پولش. در نتیجه اون فقیه میاد در استخدام این خلیفه ستمگر و ظالم، این بر اون مسلطه، اون بر این مسلط نیست. نتیجه چی میشه؟ نتیجه همینی که در طول این 1600 سال شده. الان میبینید مثلا شما رو در عربستان شما پا
پادشاه داره که خودش خلیفه میدونه، ولی امر میدونه، مفتی و فقیه هست که این مفتی و فقیه رو اون پادشاه هست که تعیین میکنه و اون تسلط داره، میگه چی فتوا بده چی فتوا نده. این مصیبتی که الان عالم اسلام گرفتار شده مال این تاریخ درازی که میبینیم اینجوری نهادهای اسلامی هر کدوم در یه مسیر گمراهی دست افراد نامناسبی قرار گرفتن، ولی امت اسلامی کارش امروز به اینجا رسیده که فقط باید به حالش تأسف خورد. یعنی کلن سیر تاریخ اسلام بر خلاف تفکر شیعی است. این تفکر شیعی میگه این تاریخی که طی کرده، این تاریخ تاریخ انحرافی، اینجور نباید میشد. توجه بکنید، این مسیر تاریخ بعد از پیامبر در یه مسیر نادرستی قرار گرفت و نتیجهش این شده که الان داریم. امت اسلامی وضعش اینه، در طول این قرون اینجوری بوده. خب وقت گذشته است و عزیزانم برای که بیشتر خسته نشن عرایزم رو پایان میدم با سلامی بر ابو عبدالله حسین علیه السلام. السلام على الحسين وعلى الأرباب التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.